ببینید ما برای شلیک موشک مثل موشک‌های پدافندی اگر هواپیما دشمن بیاد از کسی مگه اجازه میگیره؟ ممکنه یه افسر جز اونجا نشسته پای سیستم بهش میگن فایر میکنه میزنه. چند وقت پیش این هرمس رژیم صهیونیستی که ما تو نتنز زدیم مگه از من اجازه گرفتن؟ مگه ستاد کل اجازه گرفتن؟ مگه فرمانده پدافند اجازه گرفتن؟ اون افسری که پای سیستم بود دید، تشخیص داد، زد. حادثه دلخراش سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین رو بنده در غرب کشور بعد از اجرای عملیات ضربات موشکی بر علیه پایگاه‌های امریکا شنیدم و موقعی که اطمینان پیدا کردم که این اتفاق افتاده واقعا آرزوی مرگ کردم برای خودم که ای کاش میمردم و چنین حادثه‌ای رو شاهد نبودم. همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم. در اون لحظاتی که در واقع این اتفاق میفته این سامانه مواجه میشه در فاصله 19 کیلومتر با یک هدفی که کروز تشخیص داده میشه. با توجه به اطلاعاتی که به این اپراتور داده بودن که وضعیت جنگیه و موشک کروز شلیک شده، این بنده خدا این رو کروز تشخیص میده. خب این موظف بوده تو این شرایط تماس بگیره، تاییدیه بگیره، یعنی خبط این اپراتور هم از همین نقطه است. منتها به اون شرایط ظاهرا سیستم ارتباطیش با اختلالی مواجه بوده، حالا یا سامانهای جمین باعث شده یا شبکه شلوغ بوده، به هر ترتیبی نمیتونه ارتباط بگیره. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره. ما اطلاع رسانیمون کرده بودیم ولی لازم بودیم بررسی صورت بگیره. حالا اینکه چند روز طول کشید تا این خبر رسانه‌ای بشه، این نه به خاطر اینکه کسی میخواست کتمان بکنه، بلکه روال همینه که ستاد و کل باید این رو بررسی کنه. متاسفیم بالاخره اینها هزینه این شیطنت ها، التهابات و اقدامات امریکا در منطقه است که واقعا اون شب ما آمادگی درگیری همه جانبه رو داشتیم. همان گونه که اون شب بنده در غرب کشور عملیات ضربات موشکی رو داشتم فرماندهی میکردم و داشتم کنترل میکردم، تو این بخش هم عزیزان دیگه ای مسئول بودن و اونها باید این کارا رو میکردن. منتها این زمینه فراهم شد که این فرد این خطای بزرگ رو انجام بده و متاسفانه این حادثه رخ بده.